به خاطر عشق تا کجا حاضرید پیش برید؟ خیلی‌ها به خاطر شکاره کردن که الان ازش پشیمونن، ولی این دختری که امروز میخوام داستانش رو براتون تعریف کنم به خاطر عشق زندگیش رو نابود کرد. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. من نازنینم و امروز میخوام بهتون داستانه یه مثلث عشقی رو تعریف کنم که به قتل ختم شد. سارا لادمن 7 دسامبر سال 1990 توی آمریکا به دنیا اومد. این دختر وقتی که بچه بود یکم اضافه وزن داشت، به خاطر همین مسئله هم دوستا و همکلاسیاش مسخرش میکردن، ولی به جز این دیگه هیچ مشکلی توی زندگیش نداشت. سارا کلن خیلی دختر خوبی بود، از اینایی بود که همیشه نمره های فوق‌العاده عالی میگرفت، مهربون بود، به همه کمک میکرد، ولی به خاطر این مسئله که اضافه وزن داشت یکم اعتماد به نفسش پایین بود. همه چی خیلی عالی داشت پیش میرفت تا اینکه توی سن 17 سالگیش با یه پسری به اسم جاشوا کاماچو آشنا شد. خب سارا یه نوجوان خیلی ساده بود که قبل از اونم با هیچ پسری در ارتباط نبود، یهو به خودش اومد و دید شدیداً عاشق این پسر شده. جاشوا به معنای واقعی یک کابوس بود. از این پسرایی بود که رو بدنش یه عالمه تتو داشت، الکل و مواد مخدر مصرف میکرد، با یه عالمه دختر مختلف در ارتباط بود و حتی خرج زندگیش هم از این دخترها میگرفت. از یکی از این دخترها هم یه بچه داشت. پدر و مادر سارا متوجه تغییر رفتار دخترشون شدن که شروع کرد به وزن کم کردن، مدرسه یه روز در میون میرفت، نمره هاش یهو خیلی افت کرد و خلاصه کلن عوض شد. ولی با خودشون فکر کردن، گفتن که ما نمیتونیم جلوی رابطش با این پسر رو بگیریم، پس بذار ولش کنیم، خودش بالاخره یه روز میفهمه کارش اشتباهه و رابطش رو تموم میکنه. ولی برعکس تصورشون هرچی جلوتر میرفتن سارا بیشتر عاشق این پسر میشد. انقدر عاشقش بود که حاضر بود هر کاری به خاطرش انجام بده، حتی مدرسهش رو عوض کرد که بهش نزدیکتر باشه. ولی همون جور که احتمالا خودتون حدس میزنید، عشقش کاملا یک طرفه بود و جاشوا در کنار سارا دخترهای دیگر هم میدید. یکی از این دخترها ریچل وی، دوست دختر سابق جاشوا بود که با هم دوباره وارد رابطه شده بودن. ریچل همسن سارا بود، ولی برعکس سارا زیاد رابطه خوبی با پدر و مادرش نداشت. مدام از خونه فرار میکرد، با پسرهای زیادی دوست میشد، سرکش بود و کلا اخلاقشون با هم فرق میکرد. خلاصه این پسر همزمان با ریچل و سارا و مادر بچهش در ارتباط بود. مادر بچهش که کلن به جاشوا اهمیت نمیداد. سارا هم بعد قبل از 11 شب خونه می بود. ریچل هم تازه ساعت 11 شب شیفت کاریش توی رستوران تموم می شد و می تونست با جاشوا بره بیرون. به خاطر همین خیلی راحت جاشوا می تونست زمانش رو مدیریت کنه که کی با کی باشه. تا اینکه ریچل یه عکس دوتایی از خودش و جاشوا توی فیسبوک منتشر کرد. این عکس رو سارا دید و خیلی عصبانی شد. شروع کرد با جاشوا دعوا کردن. جاشوا هم خیلی ریلکس جواب داد که آره باهاش دوستم. سارا هم از عصبانیتش به جای اینکه رابطهش رو با جاشوا تموم کنه، رفت سراغ رقیبش ریچل. اینجا بود که همه چی به هم ریخت. سارا برای تلافی اون عکسا شروع کرد به پست کردن عکسای دوتایی خودش و پسر توی فیسبوک. همونجوری که انتظار میره، ریچل هم این عکسا رو دید و اونم عصبانی شد. ولی برعکس سارا، ریچل میخواست عصبانیتش رو سر پسر خالی کنه. توی فیسبوکش یه متن گذاشت، نوشت من لیاقتم خیلی بیشتر از این حرفاست. ولی سارا متاسفانه ولکن نبود. توی فیسبوک خودش جواب ریچل رو داد، شروع کرد به مسخره کردنش و گفت واقعا فکر کردی میتونی بهتر پیدا کنی؟ ریچل هم از این حرف عصبانی شد که این چرا ول نمیکنه. زنگ زد به سارا و گفت چرا این حرفا رو میزنی؟ چی تو خودت دیدی؟ چرا فکر کردی که اون تو رو در مقابل من انتخاب میکنه؟ این حرفا شروع ماجرا بود. یه جنگ به تمام معنا بین این دوتا دختر شروع شد. تو شبکه‌های اجتماعی به همدیگه توهین می‌کردن، برای همدیگه مسیج و ایمیل‌های تهدیدآمیز می‌فرستادن، ولی به همینا هم بسنده نکردن. این دعوا رو از حالت مجازی خارج کردن. یه روز سارا با دوستاش رفت محل کار ریچل و شروع کرد به اذیت کردنش. مثلا یه کار این کردن ریچل بیفته زمین یا جلوی همکاراش بهش توهین میکردن. یه بار دیگه هم سارا با ماشین ریچل رو تعقیب کرد و به سر تا پاش نخشادی زد، فقط برای اینکه بهش بگه من همیشه حواسم به تو هست و میتونم یه بلایی سرت بیارم. یه بار دیگه هم سارا رفت جلوی خونه ریچل و شروع کرد به داد زدن که از مرد من دور میمونی، وگرنه من میدونم با تو. این وسط جاشوا هم به جای اینکه جلوی این دوتا دختر رو بگیره که این کار رو انجام ندن، داشت از این قضیه لذت میبرد که دوتا دختر دارن سرش دعوا میکنن. دیگه خیلی آشکار، یه روز با این بود یه روز با اون.
بعدن ریچل به پلیس گفت که همیشه از سارا میترسیده و استرس داشته یه روز با دوستاش بریزن سرش و یه بلایی سرش بیارن. اون روز که سارا جلوی خونه ریچل بود، ریچل از ترسش چاقوی آشپزخونه برمی‌داره و زنگ می‌زنه به دوست پسر قبلیش خاویر. بهش میگه من میترسم، اونم میگه بیا پیش من. ریچل هم صبر میکنه تا سارا از جلوی خونش بره، بعد سوار ماشینش میشه و میره خونه خاویر. سارا هم رفت خونه جاشوا که با دوستاشون ویدیو گیم بازی کنن. ساعت 11 شب سارا از پدرش پیام دریافت کرد که بهش گفته بود ساعت 11 شده، بیا خونه. اینم داشت لباساشو میپوشید که بره. همون موقع ریچل به جاشوا پیام داد. توی این پیام ریچل گفته بود میدونم چرا با من حرف نمیزنی، چون با اونی. جاشوا هم جواب داد درست حد زدی، دیگه ازت خوشم نمیاد، چرا نمیری خونه؟ ریچل جواب داد از سارا میترسم، منتظرم اون اول بره خونه. سارا این مسیجا رو خوند و از یه جایی که هنوز معلوم نیست خبردار شد که ریچل خونه خاویره. تصمیم گرفت قبل از اینکه بره خونه، بره خونه خاویر رو با ریچل روبرو بشه. تو راه هم قبل از رسیدنش به خونه خاویر تلفنی با همدیگه هی دعوا میکردن و همدیگه رو تهدید میکردن. خلاصه رسید اونجا، این دوتا شروع کردن با همدیگه کتک کاری کردن و این دعوا با افتادن سارا روی زمین با یه چاقو تو بدنش تموم شد. بعدم ریچل با قیافه خیلی بی احساس بالا سر سارا وایستاد و گفت من کارم دیگه با این قضیه تمومه. بعدم چاقو رو پرت کرد رو سقف خونه همسایه. بعد از این اتفاق سارا یه کاری انجام داد که همه رو شوکه کرد. با زخم رو بدنش آروم آروم خودش رو رسوند به ماشینش و به جای اینکه به پدر و مادرش یا به پلیس زنگ بزنه، زنگ زد به جاشو و گفت جای زخمم درد میکنه. واقعا این مسئله خیلی ناراحت کننده است. فکر کنید یکی داره میمیره، به جای اینکه زنگ بزنه کمک بخواد، زنگ میزنه به پسر به درد نخوری که مسبب این اتفاق بوده و این حرفو میزنه. جاشوا سری میره خونه پدر و مادر سارا و قضیه رو تعریف میکنه. فکر کنید اونا اون لحظه چه حسی داشتن. این اتفاق به خاطر این پسر برای دخترشون افتاده. تازه آخرین حرفای دخترشون هم به این پسر بوده. سارا رفت بیمارستان ولی متاسفانه جونش رو از دست داد. بعدم وقتی پلیسا به ریچل گفتن سارا مرده، ریچل زد زیر گریه و گفت اصلا قصدش کشتنش نبوده و فقط داشته از خودش دفاع میکرده. گفت وقتی سارا بهش حمله کرده اصلا یادش رفته که چاقو تو دستشه. Why didn't you just run in the house and call the police? Tired of it. They came after me all the time. Okay. I don't want it. I did not. So you wanted it to end and be over with? Yeah, but I have no intentions whatsoever on stabbing her. I have a great life. Mm-hmm. I mean, I have a job. I have my own house. I have my own car. I have everything. And I just wanted it to end. That's why I told Josh it was done. Here's the next thing that you need to understand, Rachel. Okay. When I was down at the hospital, okay, I saw where she was stabbed at. Okay, it looks like she has 2 stab wounds. Alright? The next piece of information that you need to know is that she is dead. Oh my God. Okay. She died as a result of these stab wounds that she had at Northside Hospital. وقتی توی دادگاه از جاشوا پرسیدن که رابطت با سارا چجوری بود، گفت هیچی، فقط دوست معمولی بودیم. باورتون میشه؟ کلن دوست پسر سارا بودن رو انکار کرد. این کیس واقعا خیلی ناراحت کننده است، چون یه دختر جونش رو از دست داده، یه دخترم زندگیش نابود شده فقط برای دفاع از رابطهشون با یه پسر بی‌ارزش. در نهایت پلیس سری وایس از ریچل پیدا کرد که توی زمان عصبانیت به سارا فرستاده بود. توی این وایس ها گفته بود بهت قول میدم بالاخره میکشمت. ریچل به قتل درجه 2 محکوم شد و 27 سال زندان بهش دادن. الان توی زندانه و به شدت از کاری که کرده پشیمونه. I always try to think of what I could have done differently, and I could have tried to approach her and tell her, you know, it's not me, it's not you, it's him. Did he deserve your love? No, none of us. نظر شما چیه؟ واقعا قصدش دفاع از خودش بوده یا نقشه داشته سارا رو بکشه؟